دیوان عالی کشور آمریکا روز دوشنبه بررسی پرونده ای را آغاز کرده که به سرنوشت بیش از چهار میلیون مهاجر غیرقانونی در این کشور مربوط است. کاترین گیبسون خبرنگار صدای آمریکا درباره اینکه این پرونده چگونه بر حوزه فعالیت های رئیس جمهوری آمریکا و بحث بر سر مهاجرت تاثیر خواهد گذاشت گزارش می‌دهد. Today سیستم مهاجرت ما ایراد دارد و همه این را می دانند پس از عدم موفقیت کنگره آمریکا در تصویب تغییرات جامعه مهاجرت باراک اوباما از اقدام فردی خود در این امر خبر داد فرمان اجرایی اوباما در نوامبر 2014 که اخراج میلیون ها مهاجر غیرقانونی از آمریکا را به تعویق می اندازد، نقطه مشترک تمامی شکایت ها از دولت فدرال است. 26 ایالت آمریکا با اعلام اینکه رئیس جمهوری آمریکا حق تغییر قوانین مهاجرت را ندارد، از دولت فدرال شکایت کردند. تصمیمگیری درباره این شکایات به دیوان عالی کشور ایالات متحده ای آمریکا کشیده شده و دولت فدرال آمریکا فردا از حق خود برای استفاده از فرمان اجرایی برای جهت دهی به تصمیمات مربوط به مهاجرت دفاع خواهد کرد. نه به آنها گرین کارت داده خواهد شد و نه راه شهروندی آمریکا برایشان هموار خواهد شد با این قانون تنها به آنها اطمینان می دهیم که حضورشان را تحمل خواهیم کرد و آنها دیگر در لیست اخراجی ها در اولویت نیستند انجلا کلی تحلیلگر اعتقاد دارد اوباما تنها نمونه ای از فعالیت های دو دولت قبلی را دنبال می کند مشخصا این در هیطه مسئولیت های دولت است که تصمیم بگیرد چه کسی بماند و چه کسی برود جمهوری خواهان کنگره هم با بیان اینکه اوباما پایش را از حوزه اختیاراتش فراتر گذاشته از شاکیان این پرونده حمایت کردند درخواستی که ایالت ها از دولت دارند این است که دولت به وظایف مشخص شدهش در قانون اساسی رسیدگی کند. اینکه بگویند یک فرد نمیتواند همزمان قانونگذار قاضی و هیئت منصفه باشد. مخالفان همچنین اعتقاد دارند تصمیمات باراک اوباما محدودیت قدرت قوه مجریه را زیر سوال برده است. میدونید ما با یک حزب مواجه هستیم که پارو فراتر گذاشته و میخوان کنگره و مردم آمریکا را از این معادله خارج کند و نگران نظر آنها در این مورد نباشد اما دادگاه عالی آمریکا لزوما در این باره تصمیم گیری نخواهد کرد در حالی که هنوز جانشینی برای آنتونین اسکالیا تعیین نشده است نتیجه آرای قضات دیوان عالی میتواند در موافقت و مخالفت مساوی باشد که در چنین حالتی بررسی این شکایت به دادگاه پایینتر ارجاع خواهد شد رأی دیوان عالی کشور ایالات متحده آمریکا در ماه جوان اعلام خواهد شد.